خب فرض کنیم که من سه تا سکانس رو ادیت کردم و میخوام هر سه تا رو خروجی بگم و میدونم که خروجی گرفتن هر کدوم از اینا ممکنه حدود 1 ساعت طول بکشه. خب من میتونم زمانی که داشتم میرفتم خونه و دستگاه بیکار بود این سه تا رو بذارم برای خروجی و اون موقع اکسپورت بکنم و ازشون خروجی بگیرم. اما تو شرایط عادی همونطور که شما تو قسمت اول فاینال کات دیدین فقط اون سکانس اکتیوی که دارید رو میتونید بیاید از طریق فایل اکسپورت کنید و خروجی بگیرید و تازه اون هم فقط با یه سیتینگ میتونید خروجی بگیرید. یعنی به طور مثال اگه کویک تایم مووی بگیرید فقط با همین تنظیمات، یا مثلا اگه فرضاً کویک تایم کانورژن بگیرید با اون تنظیمات، یا حالا به هر ترتیب میتونید از یه تنظیم فقط استفاده کنید. اگر شما قرار باشه این ستا رو خروجی بگیرید و تنظیمات مختلفی هم داشته باشن چیکار میتونید بکنید؟ یه چیزی توی ویندو وجود داره به اسم اکسپورت کیو. شما میتونید این ستا سکانس رو درگ بکنید اینجا، من ستاش رو انتخاب میکنم و درگ میکنم اینجا، و تعریف بکنید که اینها با چه فرمتی خروجی گرفته بشن. یه نکته خیلی مهم در مورد اکسپورت کیو وجود داره که شما بالای هر کدوم از اینها یه بچ میبینید. مثلا اینجا بچ 9 نوشته. این بچ رو فقط شما میتونید تنظیماتش رو تغییر بدید. برای خود سکانس ها اگر به صورت یک پارچه وارد اکسپورت کیو کرده باشینشون نمیتونید تنظیماتش رو عوض بکنید، مگر اینکه شما این کار رو انجام بدید، تک تک اونها رو وارد اینجا بکنید. همونطور که میبینید وقتی تک تک وارد میکنید بچ برای هر کدومشون تشکیل میشه و ایجاد میشه و میتونید هر کدوم رو با یه ستینگ خاص خروجی بگیرید. من اینجا مثلا بچ 10 رو انتخاب میکنم، ستینگ رو میزنم، میگم این میخوام روی دسکتاپ سیو بشه، چوز میکنم دسکتاپم رو و مثلا با فرمت فرزن آیفون میخوام یک بار خروجی بگیرم از سکانس پی اف ام که در واقع بچ 10 من باشه، و حالا مثلا با ستینگ تنظیماتش هم میتونم اینجا تغییر بدم، یا به هر حال اسمم اگر بخوام میتونم یه تغییراتی اینجا واسش ایجاد بکنم. یه یوز این آیتم، یه یوز آیتم این تو آوت داره که در واقع همون این و آوتی که شما روی سکانستون انتخاب میکنید. به طور مثال اینجا من یه این تو آوت انتخاب کردم، اگر اون چک باکس رو فعال کنم فقط همین یه تیکه رو خروجی میگیره. خب حالا اینجا من میتونم بیام اینجا توی ستینگم ببینم چه تغییراتی اتفاق افتاد. سیتینگ رو میزنم، یکی رو میزنم مثلا AVI، حالا با سیتینگی که فرزن DV پال باشه و حالا با این مشخصات اوکی میکنم. صداشم آن کامپرست استریو 48 اوکی میکنم، این تو آتش رو هم فعال میکنم و اوکی رو میزنم. شما همونطور که میبینیم فرمت رو من تغییر میده و میزنه AVI. این یکی رو انتخاب میکنم، سیکونس یک که بچه 11 باشه، سیتینگ رو میزنم و حالا مثلا تنظیمات آیپاد اوکی میکنم و بالا بالایی هم همون کویک تایمی که هست خوبه و آیتم همون، اگه آیتم سیتینگ رو شما دست بهش نزنید همون چیزی که هست رو خروجی میگیره، این همون تنظیماتی که توی خود سیکونس داشتی. و خب این این تو آوت رو این بار فعال نمیکنم، کلش رو میخوام خروجی بگیرم و اوکی میکنم. نکته جالب دیگه که وجود داره اینه که شما میتونید یه سکانسی که یه بار اینجا درگ کردین رو باز هم درگ کنین. مثلا من پی اف رو یه بار دیگه درگ میکنم، این بار میگم به جای اینکه کویک تایم مووی باشه یه بارم میخوام برای وب خروجی بگیرم. ستینگ رو میزنم و مثلا میام روی حالا یه ستینگی که برای وب مناسب باشه، یا مثلا برای موبایل 3G، 3G رو انتخاب میکنم و مثلا تنظیمات ریلیز 5 و اوکی میکنم. یه بار دیگه میتونم پی اف رو اینجا وارد بکنم و تنظیماتش رو مثلا سیتینگ، این دفعه قبل کویک تایم گذاشتیم، این دفعه میتونیم ای وی آی بذاریم و اوکی میکنم. و الاخر همونطور که تقریبا اولای همین قسمت هم خدمتون گفتم، شما اگه چند تا آیتم رو با هم بگیرید و وارد بچ بکنید تنظیمات برای همشون یکی خواهد بود. حالا ممکنه من بخوام یه دونه از هر کدوم از اینا عین خودشون عین همون سکانس بگیرم. حالا من اگر اینجا اکسپورت رو بزنم شروع میکنه از بالا دونه دونه اینا رو شروع میکنه به رندرشون و شما همونطور که اینجا میبینید یه استاتس داره که کیوده، و اگر شما دان رو بزنید از
حالت صف خارجشون میکنه. کیو همونطور که میدونید به انگلیسی صف میشه، و فرضاً حالا ممکنه من بگم خب این یه دونه رو نمیخوام از اینجا پاک کنم، ولی نمیخوام این کارم روش انجام بدم، میخوام فقط باشه بعداً حالا خروجی بگیرم. دان رو شما میزنید و دیگه این رو از صف خارج میکنه. اگه خواستید میتونید روش رایت کلیک بکنید، کیو رو دوباره بزنید و به صف اضافهش میکنه، و دقیقاً با همین ترتیبی هم که اینجا میبینید شروع میکنه به خروجی گرفتن. شما به محض اینکه اکسپورت رو بزنید تمام اینها رو خروجی میگیره. فردا صبح که شما به سر کارتون برگردید تمام این تنظیمات با تمام این سکانس ها خروجی گرفته شدن، چیزی که ممکنه توی شرایط عادی 10 ساعت طول بکشه، 4 ساعت طول بکشه، نمیدونم، به هر حال اون زمانی که میخواد خود دستگاه فقط کار بکنه تا از اینها خروجی بگیره رو شما میتونید صرفه جویی بکنید توی وقت خودتون و تنظیمات رو انجام بدید، خود دستگاه این کار رو انجام بده.